این حجاب و جنسی آزاد یک حق یک مسئله شخصی است کسی در نداره این شعار شعار پنجاه سال پیش فیمینیست بود موقعی که فمینیست دیگه به اوج خودش رسید مای بادی مای چویس که میگفتن میگفتن بدن من حق من هستش میگفتن آقای حق شخصیه پنجاه سال بعد همون جنبه شروع شد با جنبش میتو یعنی حالا داره به من تجاوز میشه حق شخصی نبود وقتی برهنگی در دنیا اتفاق افتاد جرم و جنایت ها بیشتر شد من یکم از این جرم و جنایت ها رو بخونم به گزارش OECD آمریکا و اروپا بیشترین آمار طلاق دنیا رو دارن هر چقدر پوشش کمتر شد طلاق بیشتر شد طلاق نسبت به حدود 40 سال پیش 251 درصد افزایش پیدا کرده به گزارش OECD فرزندان نامشروع از پنج درصد در سال 1960 به چل درصد الان رسیدند پشت سرم خب حالا یکی میگه آقا فرزند نامشروع اختیارش با خودم خب این فرزندان نامشروع هشتاد درصد جرم و جنایت های آمریکا رو اینا انجام میدن من بخونم 63 درصد خودکشی ها توسط همینایی 90 درصد بی خانمان ها و فرار از خونه 80 درصد سوء رفتارهای اخلاقی 80 درصد تجاوزها با انگیزه خشم 71 درصد اخراج از مدرسه 75 درصد سوء مصرف مواد مخدر 70 درصد زندانیان آمریکا و 85 درصد زندانیان جوان کسانی هستند که تکوالدینی بزرگ شدن که قالب اینا از راه نامشروع متولد شدن پس میبینید که اینی که ما میخوایم برهنگی باشیم یا پوشش حق شخصی ماست حق شخصی ما نیست تاثیرش رو تو جامعه داره میذاره <applause>